مسلما هزینه بالایی هم داره، صد کسی که درصد کارشو بلده مسلما هزینه میخواد بگیره، چون الان شرکت هایی الان پشت سر هر کسی نمیان که بخوان اسپانسرشون بشن. به همین دلیل تمام کسایی که میخوان بخونن الان جدیدن باب شده که خودشون کارو بسازن، هم شعر خودشون بگن، هم آهنگسازی کنن، هم تنظیم کنن. اینو شما دیدی داخل این بازار یا نه؟ 100%. این اصلا از زمان ما شروع شد بله که الان انقدر زیادتر شده، که جالبه که به یه سری از دوستانی که مثلا ترانه سرا بود دوستمون، بعد یه مدت میدید خب پول ترانه زندگیش رو نمیگذرونه، میگفت خب من ملودی هم میسازم کنارش. حالا جالبه که چون عرصه تنظیم عرصه‌ایه که واقعا نیازمنده اینه که شما هم نوازنده باشین، هم زبان بدونین، هم با تکنولوژی آشنا باشین، یعنی چند تا چیز رو باید همزمان بدونی، خیلی ورود نمی کردن به این عرصه. ولی مثلا شاعر یا ترانه سرا ملودی ساز می شد، کسی که ملودی فقط می ساخت می گفت خب حالا من دارم مر میگم، روش شعرم میگم، دو تا درآمد میشه برام. بله بله از یعنی ما دوران از اون شروع بحث هنر کلا اومدیم بیرون. آره اصلا کاسبی و تجارت بله شد. الان از هنر اومدیم بیرون، تو بله شده صنعت موسیقی. بله دلیلش هم همینه و این اشکالی نداره ها، نه همه نه جای دنیا بله موسیقی صنعته، بله منتها ما چیزیمون درست نیست اینجا که بگیم موسیقیمون درسته حالا صنعت بشه. حالا اشکالی جالبیش نداره. اینه که اینجا از همون صنعت هم پول در نمیارن، یعنی کسایی که دارن کار میکنن از دید صنعتیش هم اگه بخوایم بهش نگاه کنیم هیچ وقت بازم میبینیم کسی پول در نمیاره از این قضیه. به خاطر همین که پول در نمیاره نمیتونه هزینه تولید رو پرداخت کنه و در نهایت میشه چی؟ میشه یک نفر خودش هم شعر رو بگه، هم آهنگ رو بسازه، هم تنظیم کنه و حتی میکس و مستر هم انجام بده. دقیقا. چون میکس و مستر که دیگه میدون دیگه شما بهتر از من میدونید یه مقوله خیلی جدایی از موسیقی، مهندسی صدا داره و اصلا دوره لیسانس داره، فوق لیسانس داره و خیلی چیزای اکثر بچه‌هایی هم که الان دارن کار میکنن میونو کلامت، حالا تو عرصه میکس و مسترینگ، بچه‌های جوون با استعداد و خیلی هنرمندی که دارن کار میکنن، اینا زحمت خودشونه، یعنی جایی نبوده که برن آموزش ببینن، نشستن مثلا یوتیوب دیدن فیلم های آموزشی رو از بهترین اساتید اون بله وقت، مثلا زبان میدونستن، نشستن اونا رو نگاه کردن، یاد گرفتن، کتاب خوندن، اگر تونستن خارج از مملکت برن یه دوره بگذرونن آموزشی، دوره کوتاه رفتن، این دوره رو دیدن اومدن، ولی بیشترش واقعا اینجوری بوده که خودشون یاد گرفتن، خیلی هم تجربی، یعنی حداقل دوره ما که اینجوری بود، عملا میشستن پای کامپیوتر، بچه ها با آزمون و خطا متوجه میشدن که چه اتفاقی باید بیفته که کار بهتر شه. بله مهدی جان، یه چیزی این روزا باب شده به اسم مافیای موسیقی، این چیه دقیقا؟ جنجالیش کنیم ها؟ جنجال ببخشید قبل اینکه جنجالیش کنیم من دیگه بیشتر از این نمیتونم فکرمو بدم تو. آره این این بالش رو میذارم تو که خیالم راحت، نفسم هم دیگه راحت میاد. خب ببین تو هر حرفه‌ای وقتی داستان چرخش مالی و اقتصادیش رقمای بالا باشه، آدمایی که قدرتمندترن وارد میشن، یعنی احتمال داره که الزاماً هم نیازی نیست که تخصص اون کار داشته باشه. خیلی از دوستانی که تو این عرصه اومدن خودت میدونی که این تخصص رو ندارن. بله زمانی که ما شروع کردیم عین زمان قدیم چند تا شرکت توی لاله‌زار بودن که فقط هم اونا کار موسیقی میکردن، بند خدا همه ورشکست شدن به خاطر اینکه همون کپی رایتی که عرض کردم وجود نداشت. عملا وقتی که اینترنت یه خورده سرعتش بالاتر رفت باب شد، صبح آلبوم منتشر میشد، بعد از ظهر شما روی اینترنت میتونستی راحت دانلود، حالا بعد از ظهر که یک ساعت بعدش به راحتی میتونستین رایگان دانلود بکنین، این باعث شد که شرکت ها ورشکسته بشن. وقتی ورشکسته میشن یا عملا درآمدی پیدا نمیکنن، رو میارن به مشاغل دیگه که مرتبطه با اون داستان. البته طرف میگه خب حالا من کنسرت گذاری میکنم، حالا من مجوز میگیرم برای خواننده ها، از طریق شرکتم مثلا با ارشاد کانکتم و خواننده که میخواد مجوز بگیره قاعدتا باید از طریق من اقدام بکنه چون خودش آشنا نداره، من یه هزینه ازش میگیرم. ببین رو آوردن به درآمدی. آدمای دیگه که بیرون بودن، بیرون از این داستان بودن، دیدن خب انگار رقمای بالایی داره توی کنسرت ها و
اینا جابجا میشه. من همین رو می‌خواستم بگم، این چیزی که شما گفتی خب این قبل از انقلاب هم بود. بله. زمانی که موسیقی خوب داشتیم شرکت‌هایی بودن صفحه‌ها پخش می‌شدن. بله، اون موقع هم آدمایی بودن که پول خیلی زیادی در می‌آوردن، وارتان، آقای قربانی، آقای حالا زیادن. درسته. ولی چرا اون موقع موسیقیمون خراب نشد؟ اینا هم دنبال پول بودن، اینا هم پول خیلی زیادی در می‌آوردن. ببین راحتشو که بخوام بهت بگم اینه که هر کسی تو هر جایگاهی که بود براش یه شغلی بود. مثلا شما الان جزیره کیش رو در نظر بگیر، چرا نوازنده های ما خیلی هاشون بچه های خیلی با استعداد یا خواننده هامون میرن کیش؟ چون یه پایگاهی وجود داره که اینا هر شب بتونن ساز بزنن، خواننده بخونه، مردم بیان، صاحب اونجا بهشون درآمدی حقوقی پرداخت بکنه و اینا اموراتشون بگذره. اون نوازندهه که داره توی بلفرض مثلا یه رستوران ساز میزنه نیازی نمیبینه که بره تنظیمم بکنه، آهنگسازیم بکنه. یا من دارم از نوازندگیم که تخصص اولمه کسب درآمد میکنم. لزومی حالا شما اینو گستردش بکن. زمان قبل از انقلاب انقدر محیط بازتر بوده برای بچهای موسیقی که هر کسی اگر میخواسته کسب درآمد بکنه از موسیقی براش بالاخره سر کوچه‌شون مثلا یه دیسکوی وجود داشته، تو جایگاه خودش، بله، یه کاباره‌ای وجود داشته، اون که میخواسته نمیدونم برقصه، اون که میخواسته ساز بزنه، اون که میخواسته ژانگولر بازی بکنه یا هر چیزی. انقدر این گسترده بوده که همه بالاخره زندگیشون یه جوری میگذشته و خوبم میگذشته. بله. حالا بین اینا کسایی که اسم و رسمی درمی کردن قاعدتا درآمد بهتری هم داشته. برگردیم به سوالت راجع به مافیای موسیقی، اینو یادم نره که بگم. از خودم مثال میزنم نه از کسی دیگه. مثلا من چه میدونم سوپرمارکت دارم، درآمد خیلی خوبی هم دارم، پس انداز خوبی هم دارم، یه رفیقم دارم که شمایی، آهنگسازی، تنظیم کننده، یه خواننده خوبم داری، زحمتشو کشیدی به یه جایگاهی رسوندیش، حالا میخوای بهره برداری بکنی، نیازمند پولی، باید کنسرت بذاری، مجوز بگیری، تبلیغات خوب بکنی، که تبلیغات خوب همین الان داستانش انقدر متفاوته. بله. سالهای قبل رکن اول موسیقی. آره. مثلا یعنی شروعش یه تبلیغات خوب از 200-300 میلیون تومان شروع میشه. بله. نیازمند یه سرمایه گذاری، نیازمند کسی هستی که به لحاظ مالی قدرت رو داشته باشه پشت شما بایسته. حالا این آدم اگه از عرصه موسیقی نباشه شما قبولش نمی‌کنی، بدون تعارف بگیم. بله. قبولش می‌کنی. بله. بله. میگم خیلی خوب سوپرمارکت داری، داستان اینجوریه، این آدم وارد میشه، بعد اگر واقعا اون خواننده پتانسیل اینو داشته باشه که رشد بکنه، اون آدم سرمایهش چند برابر میشه، کانکشن های مختلف پیدا میکنه تو شهرستان های مختلف، با ارشاد، با آدم های مختلف ارتباط پیدا میکنه و بعد از یه خودش تبدیل به یه مافیا میشه. آره، این تبدیل به اون مافیا میشه. حالا این مافیایی که میگیم معنیش به اون بزرگی نیست که هر قدرتی داشته باشن، ولی اگر دلش بخواد نظاره که یه خواننده یا یه آهنگساز یا یه آرتیست رشد بکنه، بعد از چند سال با کانکشنایی که داره، با پولی که داره، میتونه. حالا اینجا من یه سوالی که برام، شما داخل این مدتی که کار کردی نمونه عملی مثال داشتی کسی که الان برای ما بگی آقا مثلا من یه نفر داشتم اینجوری شد، یه مافیا اومد این کارو کرد نذاش روش کنه، یه مافیا اومد یه نفری که خیلی پایین بود فلان کرد، یه نفر اومد اینو استثمار کرد، خیلی آدم مثلا کاربلدی بود ولی مثلا مافیا اومد باش قرارداد 95-5 بست. نمونه عملی چیزی داری برای ما بگی که مثلا من همچین چیزی دیدم به چشم؟ من خودم نه، حقیقتش به خاطر اینکه از موقعی که شروع کردم اکثر این دوستانی که حالا ازشون به عنوان مافیا یاد میشه با خود من رشد کردن، یعنی ما هم نسلیم تقریبا، برای من پیش نیومده، شاید به خاطر اون دوستی و رفاقتی که با خیلی هاشون دارم، ولی برای خیلی از دوستان دیگه پیش اومده. بهتره که اسم نیارم. نه اسم نیارید، فقط اگه چیز موثقی میدونی برای ما تعریف کنی که مثلا همچین چیزی دیدم. اصلا نمونهش همین چیزی که شما داری میگی، اکثر قراردادهایی که بسته میشه با خواننده ها اینجوریه که مثلا میگن آقا شما از زمانی که روی استیج میری تازه قرارداد ما شروع میشه.